چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ماندگار نگارت کلامت ای خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به یک قسمت تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید همونطور که قبلا هم عرض کردیم ما در این سری برنامه ها یک مطالعه کامل از تمام کتاب مقدس خواهیم داشت یعنی از کتاب پیدایش تا مکاشفه رو به اتفاق شما عزیزان بررسی خواهیم کرد اما ده قسمت نخست برنامه رو اختصاص دادیم به کتاب مقدس مفهوم الهام و فرضیه های مربوط به کتابی که از جانب خدا برای ما فرستاده شده. همچنین نظریه الهام کلامی و در این ده قسمت درباره حقانیت کتاب مقدس و شواهد و اون صحبت خواهیم کرد. قسمت های زیادی رو به این موارد پرداختیم اما هنوز سه قسمت دیگه باقی مونده که به صحبت درباره موضوع علم در کتاب مقدس، اعجاز اعداد و ارقام و همچنین نبوت های اون در سه قسمت پیش رو خواهیم پرداخت. اما برنامه امروز رو اختصاص دادیم به مطالعه و بررسی جامع پیرامون اشاره های علمی موجود در کتاب مقدس شما عزیزان میتونید سوالات و نظرات خودتون رو به آدرس ایمیل ما ارسال کنید و همچنین قسمت های قبلی برنامه را از طریق وبسایت تمام کتاب تماشا کنید در ابتدا اجازه بدین به مهمان گرانقدر برنامه خادم خداوند برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم برادر یوسف ممنونم خوش برادر. و همچنین سلام و خوش دارم به شما حاضرین عزیز در استودیو وقتی از حقایق علمی کتاب مقدس صحبت می کنیم، همیشه اول این سوال پیش میاد که هدف از نوشته شدن کتاب مقدس خلق یک اثر علمی بوده و آیا فرضیات یا حقایق علمی رو به ما نشون میده؟ در حقیقت نه، پاسخ منفیه. من برای اثبات این سه دلیل دارم. دلایلی که عرض می کنم مربوط به خدا، انسان و کلام خدا هستند. دلیل اول مربوط به خداست. خدا هرگز درباره چیزی که خودمون میتونیم بفهمیم به ما مکاشفه ای نمیده و دسترسی به حقایق علمی برای ما ممکنه به همین دلیل که بشر تلاش میکنه تا اونا رو بفهمه ولی اه... کتاب مقدس درباره چیزایی صحبت میکنه که هرگز چشمی ندیده گوشی نشنیده و به ذهن انسان هم خطور نکرده و خدا توسط روحش این چیزها رو برای ما آشکار فرموده که در فصل دوم قرنتیان نوشته شده برای زنده خدا نیست که چیزی به من بده که خودم میفهمم و با تلاش خودم میتونم به دست بیارم. خدا این چیزها رو آشکار نمیکنه و تنبلی رو یاد نمیده بلکه میگه تلاش و مطالعه کن تا بفهمی. دلیل دوم مربوط به انسان هاست. اگه کلام خدا یک کتاب علمی بود، دیگه آدم های ساده و معمولی نمیتونستن چیزی ازش بفهمن. دقیقا. مثلا یک کشاورز ساده، یقینا خدا در کلامش با این آدم های ساده سخن گفته. اگه بریم به انجیل متی فصل 11 عیسی مسیح می فرماید ای پدر ای خداوند آسمان و زمین تو را سپاس میگویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. پس خدا با انسانهای ساده صحبت میکنه و خدا اینو دوست نداره که کلام مقدس او که حقایق روحانی و جاودانی هستند به عنوان حقایق علمی شناخته بشن و حالا دلیل سوم که مربوط به کتاب مقدسه هرگز برازنده کلام خدا نبود اگه به شیوه علمی نوشته میشد اگر این طور بود باید هر صد سال یک بار بازنویسی میشد این شایسته کتاب خدا نیست این کتاب فنا و جاودانیه چون میفرماید کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار است دانش و آگاهی که 2500 و یا 3000 سال پیش وجود داشته با علم دنیای امروزی کاملا متفاوته پس لازمه که هر صد سال یک بار بازنویسی بشه دلیلش هم پیشرفت شگفت انگیز دانش امروزیه و این در شعن و منزلت کلام خدا که یک کتاب جاودانیه نیست گفته میشه که دانش و علم انباشتگی و تراکم درک و فهمه درسته در واقع علم و دانش با تاریخ پیش میرن مثلا اگه نگاهی به دانش پزشکی بندازیم با گذشته کاملا متفاوته اطنع. چیزی که در گذشته کشف شده الان عوض شده درسته. یا چیزی تغییر کرده اضافه شده و یا حذف شده اغلب نظریه های علمی با گذشت زمان تغییر میکنند همینطوره ولی صحبت من اینه که این کتاب یک کتاب علمی نیست اما به حقایق علمی اشاره داره بله و چون علم و دانش همواره در حال تغییر هستند آیا میشه اینطور برداشت کرد که این حقایق با گذر زمان تغییر کردن و میشه اشتباهاتی رو در کتاب مقدس اثبات کرد زمانی که میگیم کتاب مقدس یک کتاب علمی نیست به این معنی نیست که میتونه دارای اشتباهات علمی و یا هر گونه ایراد یا اشتباه دیگه ای باشه چون خدا به هیچ وجه اشتباهی نمیکنه هرگز شیوه نوشتاری خدا علمی نیست چون داره با ساده دلان صحبت میکنه نه دانشمندان همونطور که فرمودین علم و دانش نسب به در حال تغییره ولی کتاب مقدس هیچ وقت تغییری نکرده و ما نمیتونیم در نوشته های اون اشتباهی پیدا کنیم این یکی از موارد عالی هست که ما به داشتن این کتاب بی‌نظیر افتخار میکنیم در کتاب مقدس چیزهایی میخونیم که هرچند در فرمولها و روشهای علمی نمی گنجن، ولی هرگز اشتباه نیستند، چون کاملا به دقت نوشته شدن برادر یوسف میشه خواهش کنم حقایق علمی برجسته که در کتاب مقدس وجود دارند، و با ما در میون بذارید درباره موضوعات علمی میشه اشاره کرد به اخترشناسی و اینکه انسان در گذشته درباره این علوم دانش بسیار اندکی داشتند و میشه گفت خیلی از واقعیت دور بودند مثلا تعجب خواهید کرد اگه بگم در حدود 150 سال پیش از میلاد مردم فکر میکردن تعداد همه ستاره ها و سیاره ها فقط 3000 تا است درسته ولی این رقم در اوایل قرن بیستم میلادی تغییر کرد در حدود سال 1930 تا سال 1935 میلادی این رقم افزایش پیدا کرد یعنی 8 سفر دیگه مقابل اون عدد قرار گرفت و تعداد ستاره ها شد 100 میلیون برابر بیشتر از رقم قبلی و حالا وقتی مراجعه کنیم به کتاب مقدس مثلا کتاب ارمیا و نگاهی به فصل 33 بندازیم میبینیم چیزهای خیلی شگفت انگیزی گفته که نشون میده کتاب مقدس با اینکه یک کتاب علمی نیست در مورد مسائل علمی چقدر دقیقه آیه 22 رو براتون قرائت میکنم از کتاب ارمیا فصل 33 که میفرماید مثل ستارگان آسمان و دانه های شن کنار دریا غیر قابل شمردن باشند. اینجا ستاره ها رو در کنار دانه های شن دریا قرار میده. و حالا امروز در دانش آگاهی که در قرن بیستم وجود داره، دانشمندان و ستاره شناسان به این نتیجه رسیدن که تمام ستاره ها در 2700 گروه وجود دارند که هر گروه شامل 50 میلیون کهکشانه و در هر کهکشان ده میلیارد ستاره هست. حالا نتیجه رو در هم ضرب کنید. که اینا تا امروز کشف شده و چیزایی هم هستن که هنوز کشف نشده. همینطوره برادر. انسان تلاش میکنه با استفاده از ماشینهای پیچیده میلیون ها سال نوری به آینده سفر کنه. ولی باز هم نمیتونن بگن که به آخر رسیدن چون دنیا و فضا وسیع و بیکرانه دقیقا بیایم به همین موضوع بپردازیم یعنی عظمت جهان هستی و بیشمار بودن ستاره ها و سیارات و بعد بقیه این نکات رو بررسی میکنیم مورد به مورد جلو میریم تا به یادمون بمونه کتاب مقدس چطور به دقت دانش ستاره شناسی اشاره کرده و میخوایم درباره علم نجوم و ستاره و دقت کتاب مقدس در دانش اخترشناسی صحبت کنیم اول گستردگی گیتی و بیشمار بودن ستارگان و سیارات و دوم کربی شکل بودن زمین و دیگر اجرام فضایی در کجای کتاب مقدس به اینها اشاره شده آیات زیادی مثل فصل هشت کتاب امثال ولی اجازه بدین آیه ای از کتاب اشعیا رو براتون بخونم در فصل چهل آیه 22 میفرماید او است که بر کره زمین نشسته است و اگه نگاهی به ترجمه دیگه بندازیم میگه بر دایره زمین نشسته است درسته و همینطور در مورد گردش زمین به دور محور خودش کلمات بسیار شگفتانگیزی در انجیل لغا فصل 17 هم می بینیم زمان برگشت خداوند اده ای از مردم در خوابن. و عده از آنها صبح زود بیدار شده تا گندم آسیاب کنند و بعضی از آنها در وسط روز در مزرعه های در, در گرما. مشغول کارند طبیعتا ما زمانی متوجه ای این موضوع میشیم که از گردش زمین به دور محور خودش با خبر باشیم و همچنین به دور محور خورشید برای همینه که شب و روز پشت سر هم یعنی چرخه به این معنی که به صورت همزمان اتفاقاتی در نور روز و در تاریکی شب رخ میده که هیچ دلیلی نداره به جز گردش زمین دور محور خودش که شب و روز توضیح میده. اینو زمانی متوجه میشیم که با شخصی در استرالیا تماس میگیریم و ازش میپرسیم اونجا چه ساعتی هستن شب یا روزه؟ یا در ایالات متحده هر ناحیه و ایالتی منطقه زمانی خودشو داره و این چیزیه که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 17 درباره ظهور خودش گفت. درسته. مورد چهارم فضایی هست که جهان گیتی در اون شناوره. لطفا کمی برای ما و بینندگان توضیح بدین که فضا چه شکلی داره. البته برای این توضیح باید از زمین خارج بشیم. و از بیرون ببینیم. دقیقاً بیرون. باید از زمین و منظومه شمسی بیایم بیرون تا ببینیم فضایی که جهان در اون شناوره چه شکلیه. این اشارات در کجای کتاب مقدسن؟ اگر نگاهی به کتاب ایوب فصل 26 بندازیم، در اینجا به نکته بسیار زیبایی اشاره میکنه زمنان کتاب ایوب یکی از قدیمی ترین کتاب ها در تمام کتاب مقدسه کلام خدا میفرماید خدا آسمان را در فضا پهن کرد و زمین را بی ستون معلق, معلق نگه, نگه داشته داشت است با توجه به دانشی که در اون زمان بوده چطور میتونستم بفهمن که زمین معلقه؟ کی میتونست از این کلام بفهمه که زمین در فضا شناوره؟ قرنها پیش از عصر روشنگری چه کسی اینو میدونست؟ انسانها در قرن 16 هم و 17 میلادی شروع به درک این مسائل کردن ممنونم برادر پس از استراحت با پرسش مهمانان برمیگردیم از شما درباره شواهد علم نجوم در کتاب مقدس شنیدیم آیا موارد دیگه هم هست که دقت کتاب مقدس رو اثبات کنن؟ مثلا فیزیک یا علوم دیگه؟ مواردی که تا اینجا بهشون اشاره کردین حقایق علمی ستاره شناسی بودن درسته آیا حقایق علمی دیگه هم وجود داره مثل فیزیک که کتاب مقدس به اونا اشاره کرده باشه؟ بله برادر اشارات زیادی وجود داره به عنوان مثال به چرخه آب که به تازگی کشف شده در قالب یک شعر بسیار زیبا در کتاب مقدس اشاره شده سلیمان حکیم در فصل یک کتاب جامعه به زیبایی به این موضوع اشاره میکنه در آیه ی هفت میفرماید همه ی رودخانه ها به دریا می ریزند اما دریا پر نمی شود البته منظور سلیمان روحانیه ولی او به حقایق علمی هم اشاره میکنه آب به سرچشمه ای که رودها از آن جاری می شود باز می گردد و چرخش دوباره آغاز می گردد. امروز ما می دونیم که بارون می باره و در رودخانه ها جاری می شه و رودخانه ها به دریا می ریزند. سپس آبها از دریا تبخیر می و این چرخه دوباره تکرار می شه. این چرخه در کتاب ایوب هم به تعادل ابرها معروفه. معجزات خدایی که دانای مطلقه این مورد اول. و مورد دومی که میخوام با شما در میون بذارم زوال دائمی اجرام آسمانی است. در گذشته انسان ها فکر میکردن که اجرام آسمانی ابدی و بیزوال هستند. اما بعدها متوجه شدن که به خاطر ساطع کردن نور و گرما حجم اونها دائما در حال کاهشه. بیان خیلی دقیقی رو در کلام خدا شاهد هستیم که حتی توی قرن 21 هم کسی نمیتونه به این خوبی بیان کنه. آنها از میان خواهند رفت یعنی اجسام آسمانی اما تو باقی خواهی ماند همه ی آنها همچون لباس کهنه خواهند شد ما میدونیم که یک لباس فورا فرسوده نمیشه بلکه روند فرسایش در طی روزها اتفاق میفته و اجرام آسمانی هم به تدریج رو به زوال میرن به این موضوع در مزمور 102 و همچنین فصل اول کتاب ابرانیان هم اشاره شده و در جای دیگه درباره سوختن عناصری صحبت میکنه که در حال ذوب شدن هستند این مبحث دقیقا همون شکافت اتمیه که تا قرن بیستم میلادی ناشناخته بود و انشتین اونو کشف کرد. اما پتروس یا همون شمعون ماهیگیر در رساله دوم خودش باب سه آیه دوازده میگه آسمان ها خواهند سوخت و عناصر زوب خواهند گردید. و این به دقت تمام گفته شده. خیلی ممنون. پس در کتاب مقدس اشاراتی به علم ستاره شناسی شده و همینطور علم فیزیک. دقیقا. آیا اشاراتی هم در کلام خدا درباره علم مهندسی هست؟ باید بگم همینطوره. فراوان. مثلا کشتی نوح به روش شگفتانگیزی طراحی شده به درازای 150 متر و پهنای 25 متر و امروز مدیر یکی از مؤسسات متخصص در صنعت کشتی سازی در شهر کوپنهاگ گفته برای ما غیر ممکنه نسبتی دقیقتر و بهتر از 6 به 1 در صنعت کشتی سازی و همینطور برای یک دریانوردی ایمن و بی خطر پیدا کنیم و هیچ نسبتی بهتر از این تناسب برای جلوگیری از غرق شدن کشتی نمیشه پیدا کرد که دقیقا محاسبه ی نسبت 6 به یک هست در واقع استاندارد ساخت کشتی همینه. دقیقا و همینطور سیستم تهویه کشتی که تعداد زیادی از موجودات بزرگ رو در خودش حمل می کرده. و مهندسی و طراحی بسیار دقیقی داشته به این دلیل که پنجره ها در قسمت بالا قرار داشتن و تنفس حیوانات باعث گرمتر شدن هوای داخل می شده. سپس این هوای گرم که توسط تنفس حیوانات ایجاد شده بود به قسمت بالای کشتی منتقل می شد و چون پنجره ها در قسمت بالا قرار داشتند تهویه هوا به بهترین شکل ممکن صورت می گرفت و این همون سیستم تهویه ای هست که در کتاب مقدس هم می خونیم در کتاب پیدایش اشاره شده بله اگر نگاهی به فصل شش این کتاب بندازیم در اونجا به این روش اشاره شده که اینا قبل از طوفان نوشته شده یعنی دوران نخستین صحبت ما برمیگرده به ما قبل تاریخ بله همینطوره و باید این رو هم اضافه کنم با اینکه کتاب مقدس از موضوعات علمی زیادی برخورداره ولی نمیشه هیچ نظریه باطل و خرافاتی رو در این کتاب پیدا کرد دقیقا کتاب پر از خرافات هستن که تعدادشونم کم نیست ولی از طرفی کتاب خدا آری از هر گونه نقص و ایراده پس امکان نداره که ما خرافه ای رو در اون پیدا کنیم دقیقا خب تا اینجا حقایق علم نجوم و علم فیزیک رو بررسی کردیم و همینطور حقایق علم مهندسی در کتاب مقدس که برترین مثالش ساخت کشتی هست که امروزه مورد پذیرش قرار گرفته درسته همچنین شما به سیستم تهویه اشاره کردین که چطور پنجره ها در قسمت بالای کشتی قرار داشتن که هوای گرم ازشون بیرون میرفته و به جای اون هوای تازه جایگزین میشه به خاطر میشن. جریان هوا دقیقا آیا اشارات علمی دیگه هم در کتاب مقدس مثل دانش پزشکی وجود داره بله اشاره های فراوانی در ارتباط با دانش پزشکی در کتاب مقدس موجوده مثلا گفته شده کسی نباید زنی رو که زایمان کرده ملاقات کنه. در شریعت اون زن ناپاک محسوب میشه پس قطعا برای حفظ سلامتی مادر و همچنین نوزاد گفته شده. و یا اینکه خط نباید در روز هشتم انجام بشه که بهترین زمان برای نوزادان پسر هست. این کار بایستی انجام بشه تا خونریزی به سرعت قطع بشه. و یا اگر به کتاب مزامیر یه نگاهی بندازیم در مزمور 121 درباره آسیب و اذیت محتاب میخونیم که تا همین اواخر هیچ کسی درباره چنین آسیبی چیزی نمیدونست آفتاب در روز تو رو اذیت نخواهد کرد و همچنین محتاب در شب منظور از این آیه چیه آیا محتاب میتونه آسیب یا اذیتی به انسان برسونه شاید ماه آدم اذیت میکنه نه برادر ما خیلی هم زیباست بله همینطوره با پرسش یکی دیگه از مهمانان پس از استراحت برادر عیاد شما به دانش فیزیک اشاره کردین و میدونیم که موسا مذبح قربانی های سوختنی رو از فلز برنج ساخت آیا این ارتباطی با علم فیزیک داره؟ ممنون از شما برادر یوسف آیا در ارتباط با مواد و طبیعت اشاره علمی وجود داره که خدا به موسا دستور فرموده زمانی که داره چادر اجتماع رو می سازه مذبحی که قرار همیشه توش آتش روشن باشه باید از فلز برنج ساخته بشه؟ حتما تعجب خواهید کرد اگه بگم چند سال پیش در انگلیس یه دانشمند چیز مهمی رو کشف کرد و اکتشاف این دانشمند در اداره آتش نشانی شهر لندن به ثبت رسید و کشف این شخص این بود که اگر یک در از جنس چوب با فلز برنج پوشیده بشه در برابر گرما کاملا عایق میشه خیلی جالبه مذبح درون خیمه اجتماع از جنس چوب بود و از داخل و خارج با فلز برنج پوشیده شده بود همونطور که خدمتتون ارز کردم آتش این مذبح به صورت شبانه روزی روشن بود چطور همچین چیزی اتفاق میفته؟ چیزی که به تازگی کشف شده؟ چیزی در حدود 3500 سال پیش نوشته و ثبت شده از دوران باستان کتاب مقدس از همه نظریه ها و کشفیات علمی جلوتر بوده بذارین یه داستانی رو با در میون بذارم در حدود سال 1860 میلادی آکادمی علوم فرانسه در شهر پاریس مدعی شد که در کتاب مقدس متوجه 51 اشتباه شدن و اون یک اشتباهی که میگفتن رو به ثبت رسوندن. به هر حال و بعد از اینکه چند سال گذشت تعداد اشتباهات به 50 رسید و فهمیدن که آکادمی اشتباه کرده و بعد از بررسی های مجدد طی سالیان متوالی کم کم از تعداد اشتباهاتی که ادعا کرده بودند کم شد و در انتها معلوم شد که آکادمی کاملا در اشتباه بوده و حتی یکی از اون پنج و یک اشتباه در کتاب مقدس وجود نداره. کتاب مقدس آری از هر گونه خطا است. دلیلش هم ساده است چون کتاب خداست. درسته. امکان نداره در چیزی که خدا می نویسه خطایی پیدا بشه. این کاملا غیر ممکنه. دقیقا. اجازه بدیم به موضوع اشارات به دانش پزشکی برگردیم. هنگامی که کتاب جامعه فصل دوازده رو مطالعه می کنیم، به آیه معروف برمیخوریم که میفرماید آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور. پیش از آن که روزها و سالهای سخت برسند و بگویی من دیگر از زندگی لذتی نمیبرم. روشنه که تمرکز نویسنده روی ایام جوانیه و بعد از اون ایام پیری میرسه. یا بهتر بگم گذر عمر از جوانی به پیری و یا گذر از قوت به ضعف. همچنین انتقال از نشاط و شادابی جوانی به سستی و ضعف کهنسالی. واضحه که انسان از قدرت به ضعف و باز هم به ضعف گذر میکنه. فرایند پیری به برخی از ویژگی های انسان گره خورده مثل شیوه زندگی، سلامت اندام و اعضای بدن. بعد این فصل شروع به توضیح بعضی از ویژگی ها می کنه و آیاتی رو در قالب شعر به ما میگه چون میدونیم سبک نوشتاری کتاب جامعه به صورت شعریه. اما وقتی ما به مقوله جوانی و پیری در آیات بعدی این فصل اشاره میکنیم، باید این اصطلاحات و استعاره ها رو با عقاید و اکتشافات این دوران ارزیابی کنیم. قبل از آنکه آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاریک شود و ابرها بعد از باران برگردد در روزی که محافظان خانه بلرزند و صاحبان قوت خیشتن را خم نمایند و دستاس کنندگان چون که کمند باز ایستند و آنانی که از پنجره ها تاریک شوند و درها در کوچه بسته شود و آواز آسیا پست گردد و از صدای گنجش برخیزد و جمیع مغنیات زلیل شوند و از هر بلندی بترسند و خوفها در راه باشد و درخت بادام شکوفه آورد و ملخی بار سنگین باشد و اشتها بریده شود چون که انسان به خانه جاودانی خود می رود. ارتباط معنایی این اشارات که در قالب ادبی و شعری نوشته شده با جوانی و پیری چه چیزیه؟ همونطور که فرمودین فرایند پیری یا همون ضعف و سستی به تدریج و مداوم رخ نمی کنه. اما مسئله تنها ضعف و سستی نیست بلکه اوج این ضعف یا نهایت ضعف به مرگ منجر میشه یعنی مردن پس چیزی که گفته شد قابل فهمه با وجود این که در قالب شعر نوشته شده و میفهمیم که این یک تشبیه استعاره یا اشاره هست مثلا وقتی که درباره بازی استادن دست کنندگان صحبت میکنه منظور دندان هاست که شروع به افتادن میکنن در گذشته دندان مصنوعی یا چیزهایی از این قبیل وجود نداشته و در ادامه میگه و آنانی که از پنجره ها می تاریک شوند. اینجا منظور از پنجره ها همون چشمه که مثل پنجره ای هست که شیشش تار شده. کسی هم که پیر میشه بیناییش دچار ضعف میشه. به عنوان مثال اسحاق و یعقوب که در دوران پیری کاملا نابینا شدند. در آیه بعد میگه از صدای گنجشک برخیزد و جمعی مغنیات ذلیل شوند. انسان پیر خواب عمیقی نداره و با کوچکترین صدا بیدار میشه. و از هر بلندی بترسند البته که انسان وقتی پیر میشه نمیتونه هر جایی که دلش خواست بره مثل جاهای بلند خوف ها در راه باشد یعنی با حراس و ترس قدم بر میدارن شکوفه درخ همون سفید شدن موهاست و ملخی بار سنگین باشد یعنی در کهنسالی توان و نیرو رو از دست میدن و اشتها بریده شود چون که انسان به خانه جاودانی خود میرود وقتی درباره مرگ صحبت میکنه کلمات با شکویی میبینیم قبل از آن که مفتول نقره گسیخته شود و کاسه طلا شکسته گردد. اینجا منظور از کاسه طلا جمجمه سره و به مغز درون جمجمه اشاره میکنه و ستون فقرات و مهره های انسان رو در اینجا تشبیه کرده به مفتول نقره و بعد می خونیم سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چاه منکسر گردد گردش خون هم در اینجا تعبیر و تشبیه شده به سبو نزد چشمه و چرخ چاه هم تعبیری هست از قلب انسان همه ی ما میدونیم که وظیفه قلب خون رسوندن به تمام اعضای بدن میکنه مثل چرخ چاه. حالا بعد از این اتفاقات ببینیم نتیجه چی میشه خاک به زمین برگردد به طوری که بود و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید درباره حقایق معجزه آسای علمی باید بگم که در بدن انسان 16 تا عنصر وجود داره که تمام این 16 عنصر در خاک هم موجوده و با توجه به این اکتشاف درک میکنی که سرانجام انسان چه خواهد شد همونطور که خداوند به آدم فرمود تو از خاکی درسته. و همچنین به خاک باز میگردی خدمت بینندگان عزیز یادآوری کنم که گردش خون در سال 1615 توسط دانشمند معروفی به نام ویلیام هاروی کشف شد درسته. ولی کتاب خدا از همه اونا جلوتر بود همینطوره چون جاودانی و ابدیه دقیقا ممنونم برادر یوسف اینا فقط تعدادی از اشارات علمی بودن بله دقیقاً. اشارات علوم ستاره شناسی مهندسی و پزشکی در کتاب خدا وجود دارند بله. و همشون صد درصد معتبر درسته. و مبتنی بر علم هستن به پایان این قسمت رسیدیم و گفته های شما رو مرور میکنیم چیزی که امروز آموختید با ما هم در میون بذارید خاص خدا هرگز این نیست که کتاب مقدس چیزهایی را آشکار کنه که من با ذهن خودم هم میتونم درکشون کنم بلکه امهای خدا و چیزهایی رو که دانشمندان نمیتونن بفهمن و کلام خدا علنی میکنه و اونا رو بر ساده دلان آشکار میکنه. دقیقاً. اگر ستاره شناسان کشف کردن که زمین کروی شکله یا رمزگشایی عناصر سوزان در حال ذوب در فیزیک همه اینا اثبات حقانیت کتاب مقدسه چون قبل از این که کشف بشن کتاب مقدس به اونها اشاره کرده خیلی ممنون تو این برنامه فهمیدیم یکی از عباد منحصر به فرد بودن و برتری کتاب مقدس دقت اطلاعات علمی اونه هرچند یک کتاب علمی نیست اما اشارات علمی اون بسیار دقیق هستند. بله با اینکه یک کتاب علمی نیست ولی هر چه که در اون گفته شده صد درصد دقیق بله و بله، درست بیشک همینطوره ممنونم برادر یوسف خدا بهتون برکت بده بینندگان عزیز همونطور که در برنامه امروز شنیدیم این کتاب بی‌نظیر کتاب خداست و بسیار روشنه که هدف این کتاب بی‌نظیر صرفا بازگو کردن حقایق علمی نیست و چیزی که در دل خداست و انسان خودش نمیتونه به فهمه، نادیده نمیگیره اما حقایق علمی که در کتاب مقدس اومده کاملا دقیق و درسته ولی کار این کتاب آشکار کردن ذات خدا برای ماست تمام چیزهایی که در دل و فکر خداست و ذهن انسان نمیتونه به اونها دست پیدا کنه به زیبایی در این کتاب آشکار شده خدا توسط روحش به ما آشکار کرده چون روح خدا جستجوگر همه چیزه حتی عمقهای خدا همچنین کتاب مقدس ابدیت و سرنوشت بشر رو برای ما مکاشفه کرده شما که دارید این برنامه رو تماشا می کنید، از حقایق علمی کتاب مقدس شگفت زده نشین بلکه خودتون و آیندهتون و سرنوشتتون رو در نور کتاب مقدس به آزمایش بذارین آیا تا به حال پیغام این کتاب شنیدین و قلبتون رو برای این کتاب باز کردین و آیا مسیح رو به عنوان منجی طبق کلام خدا پذیرفتین؟ از این کتاب زمانی میتونید به خوبی بهره بشین که وقتی قلبتون صدای در زدن فیض رو میشنوه در رو به روی مسیح باز کنید اون وقته که مسیح وارد میشه و سکاندار زندگیتون میشه تا برنامه بعدی و دیداری دیگه خدا یار و نگهدارتون چه عجیب و است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر من چراغ راهای من کلام تو شفا بخشه در و رنج و زخم من نپوری این کلام شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا ابدی و جاودان است تمامی کلامت